در حراج‌های بهاری هنر در نیویورک سیتی آثار استثنایی زیر چکش مزایده می‌روند. آثاری از پابلو پیکاسو، آلبرتو جاکومتی و دیگر هنرمندانی که کارهایشان بازار هنر امپرسیونیست، مدرن و معاصر را قوی نگاه داشته. پیشبینی می شود تابلوی زنان الجزیره پابلو پیکاسو بیش از 140 میلیون دلار به فروش رود و گرانترین اثری باشد که تاکنون به حراج گذاشته شده. این شاهکاری که در سال 1955 کشیده شده مطمئناً یکی از مهمترین نقاشی‌های نیمه پایانی حرفه پیکاسو محسوب میشه. سرانجام یک سری نقاشی 15 تایی که کشیدنشون رو در سال 1954 آغاز کرد و در 1955 به پایان رسوند. مجسمه مرد در حال اشاره جاکومتی هم انتظار می رود حدود 130 میلیون دلار درآورد و اگر به این قیمت به فروش رود، رکورد گرانترین مجسمه های به حراج درآمده را شکسته است. مجسمه مرد در حال اشاره جاکومتی از سال 1947 یکی از مهمترین و قابل توجه ترین اکتشافات پیکره مرد ایستاده جاکومتی و یکی از هستی‌گرایانه ترین کارهاشه. پیکره خیلی لاغر و نحیف، خیلی ظریفه ولی در این حال قوی و جسور. این مجسمه درست بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شده و بدون شک در مورد زندگی و هستی و تمام چیزایی که در مورد جاکومتی به عنوان یک هنرمند هستی‌گرا صادقه. هر دوی این آثار 11 ماه مه در حراجخانه کریستی به حراج گذاشته خواهند شد. در گوشه دیگر شهر نیویورک در حراجخانه سادگی تابلوی پارک آلیس کامپ از ونسان ون گوگ این سه‌شنبه به حراج گذاشته می شود که احتمالاً به بیش از 40 میلیون دلار فروخته خواهد شد. ستاره حراج‌های ما تابلوی باشکوه ون گوگ متعلق به سال 1888 وقتی که ون گوگ در اوج قدرتش بود و این جاده زیبای پاییزی رو کشید. هفته بعد در 12 ماه مه در بخش معاصر حراجخانه سادگی تابلوی بدون عنوان زرد و آبی راتکو پیشبینی می‌شود که بین 40 تا 50 میلیون دلار به فروش برسد. روز بعد در 13 ماه مه در حراجخانه کریستی یکی از قابل توجه ترین آثاری که به مزایده گذاشته خواهد شد تابلوی مونالیزای رنگی از اندی وورهال است که ارزیابی شده حدود 33 میلیون دلار عاید صاحبش کند. نازنین پایدار، صدای آمریکا.